عرض سلام و ادب دارم خدمت دخترهای گلم، وقتتون بخیر. بچه های من، جلسه قبل درس ستایش رو بهتون گفتم، یه قسمتی هم از درس یکم شکر نعمت گفته شده. من از پاراگراف دوم، یعنی بعد از شعرها شروع میکنم. متن رو اینجا براتون گذاشتم که موقعی که من توضیح میدم بچه ها دیگه نگران نوشتن نباشید، فقط گوش بدید. متن اینجا هست براتون. تا آخر درس همه خود ارزیابی ها و فعالیت ها هم گفته شده، ولی من اینجا وقتی از روش میخونم آرایه ها رو میگم و معنی ها رو میگم. لطفا شما قشنگ گوش بدید. توضیح دادم براتون که متن یک متن، چون دیباچه گلستانه و نثرش مسجعه، کلمه های سنج رو براتون پیدا میکردم، جلسه قبل پیدا کردم یادتونه. الانم به هر آرایه‌ای که برسیم من اینجا میگم، اگرم چیزی از قلم بیفته که اینجا جلوی چشمتون هست بچه. خب شروع میکنیم. باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. باران رحمت، اضافه تشبیهی رحمت پروردگار به باران تشبیه شده. خوان نعمت، نعمت‌های فراوان پروردگار هم به سفره تشبیه شده، به خوان. معنیش هم گفتیم، اون هفته براتون گفتم این قسمت رو، که نعمت‌های پروردگار، رحمت خداوند مثل بارانی، باران فراوانی بر سر همه می‌ریزه، یعنی شامل حال همه میشه. و نعمت‌های بی‌دریغش، نعمت‌های فراوانش مثل سفره‌ای میمونه که جلوی همه پهنه. نعمت‌های بی‌مضایقه است، یعنی از هیچ کس دریغ نمی‌کنه خداوند نعمت‌هاشو. رسیده و کشیده کلمات سج هستند، ایجاد آهنگ کردن، می‌بینید. پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی به خطای منکر نبارد. ناموس یعنی آبرو. پرده ناموس، اضافه تشبیهیه، ناموس رو به پرده تشبیه کرده بچه. پرده مشبه هم به ناموس مشبه. خب میگه چی؟ میگه آبروی بنده های خودش رو با گناهان بزرگشون حتی از بین نمیبره و روزی خودش رو با خطاهای زشتی که بندگانش مرتکب میشن قطع نمی کنه ازشون. میبینید خداوند به تمام بندگانش رزق و روزیشون رو میرسونه، نمیگه این گناهکاره این نیست، و آبروی بندگانش رو نمیریزه. تو قلمروی ادبی آرایه های ادبی رو میبینید. پرده دریدن کنایه از رسوا کردن و فاش کردنه. ندرد و نبرد سج دارن با هم دیگه. پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد، آرای تعمیه داره، اشاره به ستار العیوبی پروردگاره و وظیفه روزی به خطای منکر نبرد، صفت رزاقیت پروردگار رو داره میگه. فراش باد صبا رو گفته تا فرش زمردین بگسترد. فراش باد صبا، باد صبا رو باز دوباره به فراش تشبیه کرده، اضافه تشبیهیه. فرش زمردین استعاره از چیه؟ استعاره از چمن، گل و گیاهانی که در روی زمین با فصل بهار همه جا رو سبز می‌کنه. خب میگه خداوند به باد صبا امر کرده، باد صبایی که مثل فراش می‌مونه، زمین رو از چمن فرش می‌کنه. امر کرده تا زمین رو با چمن فرش کنه، بپوشونه، چمن رو در زمین بگسترونه. و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. باز دوباره ابر بهاری رو به دایه تشبیه کرده. دایه میدونید پرستار، پرستار بچه رو، کسی که از بچه مراقبت میکنه میگن دایه. حالا میگه چی؟ میگه ابر بهاری مثل دایه میمونه برای زمین. میگه به دایه ابر بهاری گفته تا این دختران گیاه رو در گهواره زمین پرورش بده. گیاهان کوچیک رو به دختران تشبیه کرده، بنات نبات. دختران کوچیک، دختران این گیاهان کوچیک مثل دخترانی هستن که
در گهواره زمین، روی زمین، ابر بهاری مثل دایه‌ای ازشون پرستاری میکنه. پس بنات نبات اضافه تشبیهیه، یعنی گیاهان کوچیک به بنات تشبیه شدن. مهد زمین هم همینطور، زمین مشبهه، مهد مشبهانه، یعنی زمین هم به گهواره تشبیه شده. درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته. میگه چی؟ میگه درختان در فصل بهار و آغاز نوروز انگار لباس سبزی از برگ پوشیدن. قبای سبز ورق، اضافه تشبیهی باز دوباره، قبای سبز ورق استعاره از همون برگ ها هستن. خلعت نوروزی هم همینطور، جامعه نوروزی که برگ ها به تن می کنن چیه بچه ها؟ جامعه نوروزی هم که برگ درختان به تن می کنن همون برگ ها هستن. قبای سبز ورق، ورق یعنی برگ، قبای سبز هم که مشبه هم بهش، ورق مشبه، قبای سبز مشبه هم به بچه ها. بر و سر جناس داره، واژه هایی مثل نوروز، خلعت و قبا با هم دیگه تناسب یا مراعات و نظیر دارن. نوروز، موسم ربیع، اینا هم با هم دیگه واژه های شاخ، درخت، ورق، شکوفه، اینا هم با هم دیگه و نوروز و ربیع. و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده. باز دوباره گفته اطفال شاخ، شاخهای کوچیک درختان را به طفل، به بچه های کوچیک تشبیه کرده. اطفال شاخ اضافه تشبیه. قدوم موسم ربیع، یه این شاخهای کوچیک رو با قدمهای فصل بهار شکوفه باران کرده. کلاهی از شکوفه رو سرشون گذاشته. شکوفه های ریز ریزه که روی درختان میبینید اینجا به چی تشبیه شدن؟ به کلاه. پس کلاه شکوفه هم اضافه تشبیهیه. کلن بیت تشخیص هم داره، شاخه های گیاهان رو به اطفال تشبیه کرده که کلاه بر سرشون گذاشتن. موسم ربیع، باز دوباره گفته با قدم های فصل بهار، فصل بهار هم باز دوباره به انسانی تشبیه شده که قدم داره، قد با قدومش همه جا رو شکوفه باران کرده. اساره تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشت. اساره تاک یعنی شیره انگور. تاک درخت موعده یا انگور. یه شیره انگور از قدرت پروردگار تبدیل به یه شهد شیرینی شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق، باسق یعنی بلند. یه هسته خرمایی هم میبینیم که از تحت پرورش پروردگار تبدیل به یک درخت نخل تنومند و بزرگی میشه. که اینجا آرایه هاشو گفتیم، تخم خرما، نخل باسق با هم دیگه تناسب دارن و چیز خاص دیگه غیر از اینا نیست اینجا. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. ابر، باد، ماه، خورشید، آسمان، همه این پدیده های طبیعی در تکاپو هستند تا ما انسان ها روزیم رو به دست بیاریم و در غفلت و ناآگاهی زندگی نکنیم، زندگیمون رو سپری نکنیم، در غفلت نمانیم. ابر و باد و ماه و خورشید و فلک همگی با هم دیگه تناسب دارن بچه ها. به کف آوردن کنایه از به دست آوردنه. فلک، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک مجازن به معنای همه جهانه، همه عالمه. در کار بودن کنایه از در تکاپو بودن. نان مجازن به معنای روزیه، نه خود نان، خود قرص نان.
کف مجازان به معنای دست. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. که همه پدیده های عالم در خدمت تو هستند، به تو خدمت میکنن، ازت فرمان برداری میکنن. انصاف نیستش که تو اطاعت خداوند را کنی، چون همه این پدیده ها رو خداوند در خدمت تو گماشته. پس خداوندی که اینقدر به فکر توه، انصاف نیست که تو ازش فرمان نبری. آرای ادبی خاصی اینجا نیست دیگه، میریم سر ادامه درس. در خبر است از سرور کائنات و مفخر موجودات و رحمت عالمیان و صفت آدمیان و تتمه دور زمان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. در خبر است، خبر معنی همون حدیثه. یه در احادیث اومده از بزرگ موجودات، مایه افتخار عالم، رحمت جهانیان و برگزیده آدمیان و به جامانده یا پایان بخش زمان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، سلام و درود خداوند بر او باد. خب اینا همش معلومه، تتمه یعنی تمام کننده دیگه، تمام کننده دور جهان، پایان بخش جهان. صفت هم صفت آدمی یعنی برگزیده آدمیان. مفخرم که یعنی مایه افتخار. شفیع مطاع نبی کریم، قسیم جسیم نسیم وسیم. بلغ العلا به کماله، کشف الدجا به جماله، حسنت جمیع و خصاله، صلوا علیه و آله. خب همونطور که در این بیت میبینید، در این دو بیت میبینید، ابیات عربی هستن و هر کدوم، هر کلمه ایش یک صفت از صفات حضرت محمد رو داره میگه، داره حضرت محمد رو توصیف میکنه. خب شفیع یعنی شفاعت کننده، مطاع یعنی فرمان روا، نبی پیام آور، و کریم یعنی رادمرد، قسیم یعنی رادمرد، جسیم کریم یعنی رادمرد، بخشنده، بزرگ، قسیم به معنای خوش‌چهره است، جسیم خوش‌اندام، نسیم خوشبو، و وسیم دارای نشان پیامبری. پیامبر رو با همچین صفاتی وصف کرده که همه اینا میگه قسیم، جسیم، نسیم، وسیم با هم دیگه جناس دارن، با جارایی وجود داره اینجا که حرف سین و یه هست که دائم تکرار شده. بلغ العلا به کماله، کشف الدجا به جماله، حسنت جمیع و خصاله، صلوا علیه و آله. میگه حضرت محمد به سبب کمالش به بلندی رسید و با روی زیبای خودش تیرگی ها رو از بین برد و همه خوی و رفتارش، منشش نیکو هست، بر او و خاندانش درود باد. چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. اینجا استفهام انکاریه یا پرسش انکاری، پرسشی که جواب منفی در خودش هست. دیوار امت اضافه تشبیهیه، امت اسلام رو، امت رو به دیوار تشبیه کرده. میگه مردمی که پشتیبانی مثل تو دارن، غمی ندارن، غصه ای ندارن. همان گونه که هر کس پشتیبانش و کشتیبانش نوح باشه، از موج دریا نمی‌هراسه. می‌بینیم که تو مصرع دوم اشاره داره به داستان حضرت نوح و طوفان نوح که طرفداران خودش رو، پیروانش رو در کشتی نشون و از اون طوفان عظیم و مهیب نجاتشون داد. میگه اونا به کشتیبانی نوح نجات پیدا کردن از طوفان. حالا میگه ما هم یا بندگانی هم که پشتیبانی مثل تو داریم، از دریا، از اون امواج دریا، از غم و غصه های دنیا
نمی ترسیم، حراسی نداریم، هر چی سرمون بیاد ترسی نداریم، پشتمون به تو گرم. و اینجا آرایه هایی که هست مشاهده می کنید، دیوار امت گفتم اضافه تشبیهیه، تلمیح داریم تو بیت دوم به داستان حضرت نوح، نوح، بحر و کشتیبان با هم دیگه تناسب دارن، پرسش انکاری هم که گفتیم، پشتیبان و کشتیبان با هم دیگه آرایه جناس رو ایجاد میکنن. هرگه که یکی از بندگان گناهکار پریشان روزگار دست انابت به امید اجابت به درگاه حق جل و علا بردارد، ایزد تعالی در اون نظر نکند. خب میگه هر وقت که یکی از بندگان گناهکار بدبخت پریشان حال به امید برآورده شدن حاجات و آرزوهاش دستش رو به سمت پروردگار به درگاه خداوند دراز کنه، خداوند بلند مرتبه دیگه بهش توجهی نمی کنه و در اون نظر نکنن، یعنی بهش توجهی نمی کنه، بهش نگاهی نمی دازه، بازش بخواند، یعنی بنده دوباره اون رو صدا می کنه، باز اعراض کند، یعنی خداوند دوباره روی برمی گردونه، بار دیگرش به تضرع و زاری بخواند. یه بنده دوباره با التماس، خواهش، تمنا خدا رو صدا میکنه. حق سبحانه و تعالی فرماید، میگه اینجاست که دیگه پروردگار میفرماید یا ملائکتی قد استحییت من عبدی و لیس له غیری فقد غفرت له. پروردگار اینجا میگه ای فرشتگان من، ای فرشتگان من، قد استحییت من عبدی، یعنی من حیا میکنم از بنده، شرم دارم از بنده که او این همه منو صدا میکنه و من اجابت نمیکنمش، اون خدایی، اون کسی غیر از من نداره، پس آمرزیدمش. خداوند اینجا دیگه انسان رو میآمرزد. خب آرایه هایی که اینجا هست میبینید بچه ها، دست انابت اضافه اقترانیه، انابت یعنی توبه، دستم که یکی از اندام های بدنه، هر بار که یکی از اندام های بدن، یکی از اعضای بدن به اضافه یکی از صفاتی که مربوط یا یکی از ویژگی هایی که مربوط به انسان همراه بشه، اضافه اقترانی به وجود میاد. دست از اندام‌های بدنه، توبه کردن هم کاریه که انسان انجام میده، یه صفتی مربوط به انسان، پس دست توبه یا دست انابت میشه اضافه اقترانی. انابت و اجابت جناس داره، پریشان روزگار بودن کنایه از بدبختیه دیگه، بار و باز جناس دارن با هم دیگه، سجهای نزدیک به هم رو تضمین المزدوج میگوین که اینا هنوز نخوندیم، منم الان نمیگم که اشتباه نکنیم. کرم بین و لطف خداوندگار گناه بنده کرد، ببخشید یکی که اون بالا جا انداختم، دعوتش اجابت کردم و امیدش برآوردم که از بسیاری دعا و زاری بنده همین شرم دارم. خداوند میگه، خطاب ملائکش میگه، میگه پس خواسته او رو اجابت میکنم، امیدش رو، آرزوش رو برآورده میکنم، چون از بنده خودم به خاطر اینکه این همه زجه و زاری و دعا میکنه شرمنده هستم، شرم دارم از اون. کرم بین و لطف خداوندگار گناه بنده کرده است و او شرمسار. میگه بخشش و لطف پروردگار رو ببین، بنده یعنی ما انسان ها گناه میکنیم، گناه میکنیم، اما خداوند شرمساره. خب میبینیم که خداوندگار و بنده با هم دیگه تناسب دارن، شرمسار به معنای شرمنده است، لطف و کرم با هم دیگه تناسب دارن، با جارایی حرف نون داریم و این عبارت هم گفته تنمیه به همون آیه قبلش. آکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف که ما عبدنا که حق عبادته، و واصفان حلیه جمالش به تحیر منصوب که ما عرفنا که حق معرفته.
آکف به معنای اعتکاف کننده است. آکفان کعبه جلالش، کعبه بزرگی، کعبه جلال اضافه تشبیهی خودش، جلال و جبروت پروردگار، بزرگی پروردگار به کعبه تشبیه شده. میگه گوشنشینان کعبه بزرگی پروردگار اعتراف دارند که در عبادت او کوتاهی کردند و میگویند که حق بندگی تو رو ما به جا نیاوردیم. و وصف کنندگان زیور زیبایی های پروردگار حیرانند، سرگشتند که خدایا ما تو رو اونگونه که شایسته تو بود نشناختیم. ما عرفنا که نشناختیم آنگونه که شایسته شناخت تو رو نشناختیم. هلیه جمال پروردگار رو به هلیه یا زینت و زیور تشبیه کرده. همه آرایه هایی که تو این عبارت هست اینجا نوشته جمال و جلال با هم دیگه تناسب دارن و جناس. کعبه جلال و هلیه جمال هر دو اضافه تشبیهی هست. گر کسی وصف اوز من پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. اگر کسی از من بخواد که خداوند رو توصیف کنم براش، نمیتونم سخنی بگم از اون، چون من عاشق هستم و خداوند بینشانه. من عاشق، من دل داده، نمیتونم از کسی که هیچی ازش نمیدونم بی نشانه حرفی بزنم. اینجا میبینیم که بی نشان منظور از خداوند هست. پرسش انکاری هست یا استفهام انکاریه و تلمیحی داره به این آیه ان الله لا یوسف و لا یدرک. خب عاشقان پشتگان معشوقند، بر نیاید ز پشتگان. میگه عاشقان پروردگار به دست معشوقشون کشته میشن و از پشت صدایی شنیده میشه. شما میبینید کسی که مرده کشته شده نمیتونه حرفی بزنه. پس ما عاشقان در راه رسیدن، در راه فنا فلا رسیدن به معشوقمون کشته میشیم. یعنی نفسمون رو، وجودمون رو، خودخواهیمون رو، جسممون رو میکشیم و ما که کشته راه خداوند هستیم دیگه صدایی از همون در نمیاد. بیت دوم هم تلمیح به این حدیث داره. من عرف الله کل لسانه. کسی که خدا رو بشناسه زبانش کند میشه. خب یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده. آنگه که از این معاملت باز آمد، یکی از یاران به طریق انبساط گفت از این بوستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی؟ صاحب دل به معنای عارفه، آگاه دل. میگه چی؟ یکی از عارفان که در حال مراقبت، یعنی کشف شهود عارفانه بود، در کشف حقایق عرفانی غرق شده بود، وقتی که از این حالت طبیعی عادی خودش برگشت، یکی از دوستانش از روی خودمونی بودن و شاد بودن بهش گفتش که تو اون حالت عرفانی و سیر و سلوک عارفانه که بودی بر ما چی هدیه آوردی؟ چه پیشکشی برای ما آوردی؟ گفت به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیه از آب را. چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. عبارت بالایی بچه ها آرایه های ادبیش رو اینجا تو قسمت قلمرو ادبی آورده. تو قسمت قلمرو ادبی اجازه بدید بهتون بگم که بوستان استعاره از معرفت الهیه. ببینید حالت خوش عرفانی بحر و مستغرق تناسب دارن با هم دیگه و سج دارن. بله جایب مراقبت چون کشف شهود عارفانه هست، کاری ویژگی انسانی، صفت انسانی. جایب هم یعنی گریبان، اینم به انسان ربط داره. پس جایب مراقبت میشه اضافه اقترانی. سر به جایب بردن کنایه از گوشه نشینی هست.
دوستش در جواب بهش گفت چی؟ گفتش که وقتی که من به اون کشف و شهود داشتم میپرداختم، در عالم مراقبت و مکاشفت غرق بودم، به خود به ذهنم سپرده بودم که برای دوستانم هم از اون دریای عظیم معرفت الهی هدیه و تحفه بیارم. اما وقتی که به اون بوستان حقیقت رسیدم، به اون حقایق الهی رسیدم، غرق شدم در اون، اصلا دیگه از خودم بی خود شدم، دیگه همه چیز رو فراموش کردم. بوی گل مرا چنان مست کرد. بوی گلم، یعنی اون نیمی که به گل چسبیده، در حقیقت باید کجا بیاد؟ بوی گل مرا چنان مست کرد، نشانه مفعولیه. یه وقتی که به اون مرحله از کشف و شهود رسیدم، وقتی تونستم در دریای عرفان الهی غرق بشم، همه چیز رو از دست دادم، همه فکرم و اندیشم و همه چیزایی که به ذهنم سپرده بودم از دست رفت، از خود بی خود شدم، دامنم از دست برفت، یعنی از خود بی خود شدم، اختیارم از دست دادم. در اینجا هم فنای فلاح دیگه، فنای کامل. بوی گل چنان مستم کرد، استعاره مکنیه داره اینجا. بوی گل استعاره از همون عالم کشف و شهود پروردگاره. مست و دست با همدیه جناس دارن، درخت گل با بوی گل با همدیه تناسب دارن. بوی گل استعاره از جلوه و جمال پروردگاره. ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. مرغ سحر باز دوباره اشاره داره به چی؟ به عاشق، انسان عاشق. میگه انسانی که عاشقی، عشق واقعی رو از پروانه یاد بگیر. کان سوخته را جان شد و آواز نیامد، چون پروانه است که عاشق واقعیه، چون خودش رو به آتش زده، به آتشه. چون میدونید که پروانه میگن عاشق شمع دیگه، شمع معشوقشه. میگه پروانه انقدر عاشق شمع بوده که خودش رو در آتش شمع سوزونده و صدایی ازش در نیامده، هیچ اعتراضی نکرده. کنایه از این که عاشق واقعی و راستین هم جانش رو برای معشوقش میده و هیچ اعتراضی نمیکنه. چه تشخیص وجود داره؟ مرغ سحر، پروانه و سوخته با هم یه تناسب دارن. مرغ سحر نماد عاشق ظاهریه و پروانه نماد عاشق واقعیه. این مدعیان در طلبش بیخبرانند، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. یه کسایی که ادعا میکنن که خداوند رو شناختن، از شناخت پروردگار اما از عرفان هیچ اطلاعی ندارم. چون اگر کسی به مرحله کشف و شهود پروردگار رسیده باشه، به عرفان دست پیدا کرده باشه، به مقصود راستین خودش رسیده باشه، هیچ کار نمیتونه حرف بزنه، سوخته راه عشق میشه. بس بیت بالا گفتیم، بس سوخته کلامی بر نمیاد دیگه، و دیگه این عاشق نمیتونه حرفی بزنه. پس اگر کسی ادعا کرد، بدانید که عاشق واقعی نیست. درسمون تو همینجا بمونه بچه ها. من کارگاه‌های مدپژوهیش و قلمگاه‌های زبانی، قلمگاه ادبی و فکریش رو شما در خونه انجام میدید و ایشالا جلسه ای بعد با هم دیگه درستش رو هم میدید. عصرتون بخیر. خدا بخیر. به نام خدا. قسمت دوم از فصل اول کتاب فیزیک رو شروع میکنیم با یک تمرین. گفته معادله حرکت ذره در SI به صورت X مساوی منهای ستی به اضافه 6 می باشد. به پرسش های زیر پاسخ دهیم. سوال اول، قسمت اول گفته
متعرض در چه لحظه‌ای به مکان x مساوی منفی 18 میرم؟ خب، برای پیدا کردن اینکه متعرض در چه لحظه‌ای به مکان x مساوی منفی 18 میره، بچه ها باید بیاید جای x در معادله x مساوی منفی 3t به اضافه 6 جای x بذارید منفی 18. متوجه شدید؟ و مسئله رو به این ترتیب حل می‌کنیم. منهای 18 مساوی منهای 3t به اضافه 6. منهای 18 6 هم میاد این طرف میشه منهای 24 مساوی منهای 3t، t برابر میشه با 8. سوال دوم، آیا متحرک به مکان x مساوی 12 متر می روند؟ دوباره برای این کار میاد چیکار میکنید؟ میگید x مساوی منهای 3t به اضافه 6، دوباره x رو میاد مقدارش رو 12 میدید، از اینجا 12 مساوی میشه با منهای 3t به اضافه 6. درست شد؟ 12 رو منهای 6 میکنیم میشه 6 مساوی منفی 3t. زمان میشه منهای 2 ثانیه. میگه آیا متحرک به مکان 12 متر میرود؟ میگیم خیر، چون در این مکان زمان منفی در اومد و منفی بودن زمان نشون میده که این متحرک به اون مکان نمیرود. میریم سراغ قسمت بعد، قسمت جیم و دال رو هم که در PDF های قبلی توضیح دادیم. اما قسمت بعدی درس شما شیب خطه. شیب خط بچه ها کلن نسبت تغییرات عرض دو نقطه به تغییرات طول دو نقطه رو میگن شیب خط. سالهای گذشته خوندید، توی دوره پایین تر شما خونده بودید شیب خط برابر میشه با تفاضل ایگرگ های دو نقطه منهای تفاضل ایکس های دو نقطه، یعنی میشه Y2 منهای Y1 به X2 منهای X1 که اینو با M نمایش میدن. حالا یه سری تمرین برای این حل میکنیم. میگه شیب خط خطوط زیر را مشخص کنید. از سمت راست دقت کنید، یه نقطه داریم، خط مستقیمی داریم موازی محور عرضها، نقطه 3 و 2 و نقطه 3 و 7. گفتیم M برابر میشه با چی؟ Y2 منهای Y1 به روی X2 منهای X1، 7 منهای 2 که میشه 5 تقسیم بر 0 که این تعریف نشده. برای حالت دوم یه خط داده موازی محور X ها، گفته شیب خط رو در اینجا پیدا کنیم. باز هم میگیم که M مساوی میشه با Y2 منهای Y1 میشه 3 منهای 3 تقسیم بر ضرب ایکس هاشون هم میشه 4 منهای 2 که میشه 0. چرا این یکی 0 شد؟ چون خط موازی محور افقیه. یادتون باشه اگر خطی موازی محور افقی باشه شیب خط 0. و یه دونه دیگه هم به این ترتیب داده، 2 و 5 6 و 2 شیب خط رو خواسته. نقطه دوم ایگرگش هست 2 5، نقطه اول ایگرگش هست 2 5 منهای 2 به روی 2 منهای 6 میشه منهای 3 4. کاملا مشخصه شیب این خط منفیه و برای خط دیگه که اگه این عمل رو انجام بدی شیب مثبت میشه. خب گاهی مختصات نقاط رو روی شکل مشخص نیست. میگه حالا من اگر مختصات نقاط مشخص نباشه چجوری بیام شیب خط رو پیدا کنم؟ برای پیدا کردن شیب خط یادتون باشه اگر محورتون، اگر منحنیتون به سمت محور ایکس ها حرکت کنه، میدونید که الان این دستگاه مختصات محور قائم محور ایکس هاست، محور افقی محور زمانه، درسته؟ اگر ایکس در جهت محور ایکس حرکت، اگر منحنی در جهت محور ایکس باشه شیب مثبته، اگر منحنی در خلاف جهت محور ایکس باشه شیب منفیه. اما نگاه کنید خط CA کاملا شیبش مثبته، ولی این یکی خط شیبش میشه AC، شیبش منفیه. خب نکته بعدی بچه ها دقت کنید، من یه چیزی که میگم، این نکاتی که الان در اینجا گفتیم شاید خیلی نکاتش بیشتر از حد کتابتون باشه، چون قسمت مکانیک
نیاز دارید که یه سری مطالب رو بیشتر بلد باشید. به خاطر همین ما اینها رو توضیحاتش رو در ادامه براتون گفتیم. پس دقت کافی رو داشته باشید روی اینها. گفته اگر زاویه خطی با قسمت مثبت محور طول‌ها زاویه حاده باشه، شیب خط مثبته. ببینید بچه ها الان زاویه که این خط با محور طول‌ها ساخته یا با محور افقی ساخته زاویهش حاده است، پس شیب مثبته. اگر زاویه منفرجه باشه شیب خط چی میشه؟ منفی میشه. سوال بعدی گفته در شکل‌های زیر شیب خطوط D1 و D2 را با یکدیگر مقایسه کنید. در شکل سمت چپ نگاه کنید دخترای من، در شکل سمت چپ خط D2 بالاست، خط D1 چیه؟ پایینه. میبینید؟ خب الان خط D2 شیبش میشه α2، زاویه‌ای که با محور افق می‌سازه. خط D1 شیبش میشه α1. میگم α2 از α1 بزرگتره، پس شیب خط دوم از شیب خط اول بیشتره. میایم سراغ نمودار سمت راست تصویر. دوباره دو تا خط داریم، خط D1 و D2. نگاه کنید بچه ها، D1 با محور طول‌ها زاویه‌ای که ساخته β1، D2 با محور طول‌ها زاویه‌ای که ساخته β2. خب زاویه β2 کاملا اون شکل مشخصه، از β1 بزرگتره. در نتیجه ما اینه که شیب M2 هم از M1 چی میشه؟ چه اتفاقی میفته براش؟ بزرگتر میشه. تعیین سرعت متوسط به کمک نمودار مکان زمان. یادتون باشه اگر ما بخوایم سرعت متوسط متحرک رو به کمک نمودار مکان زمان به دست بیاریم، اولین کاری که می‌کنیم دو نقطه از نمودار رو میایم با یک خط راست به هم وصل می‌کنیم. وقتی که وصل کردیم، مثلا الان نگاه کنید تو شکل سمت راست، اومدیم دو نقطه از نمودار نقطه A رو به نقطه B وصل کردیم. این نقطه‌ای که به هم وصل شده یه خط به دست میاد. شیب این خط اصطلاحاً میشه سرعت متوسط منحنی در این بازه زمانی. الان شیب خط چیه؟ مثبته. پس در قسمت AB چون شیب مثبته، سرعت هم مثبت میشه. قسمت بعدی اومده توضیح داده، گفته نمودار مکان زمان متحرکی به صورت شکل مقابل است. دقت کنید بچه‌ها، مثال مهمیه. تندی متوسط و سرعت متوسط متحرک رو در 4 ثانیه اول بر حسب متر بر ثانیه پیدا کنید. تندی متوسط فرمولش بود مسافت تقسیم بر زمان دلتا تی. نیفتاده اینجا فکر کنم براتون، دقت کنید. S برابر بود با L تقسیم بر دلتا تی. خب S اوریج، ببینید مسافت طی شده چقدره. نگاه کنید متحرک رو، 3 تا اومده پایین، 3 تا رفته بالا و در پایان 6 تا از اونجا. 3 به اضافه 3 میشه 6، به اضافه 6 میشه 12. زمان هم که 4 میشه 3 متر بر ثانیه. وی اوریج رو بخوام پیدا کنم باز هم میشه دلتا ایکس به دلتا تی. این دفعه چی میشه؟ این دفعه دلتا ایکس میشه x2 منهای x1. x2 در لحظه 4 ثانیه نگاه کنید دختر رو کجاست؟ توی 6ه. x1 من چنده؟ 0ه. 6 منهای 0 میشه 0، میشه 6 و مقدارش میشه 1.5 متر بر ثانیه. میبینید شیب خط رو هم براتون کشیده. سوال بعدی گفته نمودار مکان زمان متحرکی مطابق شکل روبروی تندی و سرعت متوسط این رو بین دو لحظه 1 و 5 ثانیه پیدا کنید. بچه‌های عزیز جوابش رو من براتون نوشتم، لطفاً خودتون این مسئله رو حل کنید که تو کلاس‌هایی که به صورت حضوری اگر اشکال داشتید ما اینها رو براتون برطرف کنیم، چون این مسائل کاملاً حلش جوابش در اختیارتون هست. برای پیدا کردن تندی متوسط میگید S مساوی با مسافت طی شده به مدت زمان میشه L به روی دلتا تی
برای پیدا کردن سرعت متوسط هم وی مساوی میشه با دلتا ایکس به دلتا تی. لطفاً این رو برای دفعه بعد حل کنید. و مسئله بعدی، شکل زیر نمودار مکان زمان متحرکی رو که روی خط راست حرکت میکنند نشان میدهند. تندی و سرعت متوسط آن در بازه زمانی 1 تا 10 ثانیه چقدر است؟ باز هم جواب آخر رو براتون گذاشتم، ولی یک توضیح بهتون میدم. مسافت طی شده بین 1 تا 10 ثانیه رو چجوری محاسبه میکنیم؟ بچه ها، از دقیقاً توی 1 ثانیه اگه نگاه کنیم، متحرک من در فاصله 10 متری مبدا است. رفته کجا تا بالا؟ رفته تا 15. پس 5 تا اینجا دارم. دوباره چقدر اومده پایین؟ از 15 اومده رسیده به 5. درسته؟ یه 5 تا به اضافه 10 تا میشه 15. خب؟ از لحظه 1 تا 10 ثانیه دلتا تی من میشه 10^(1). 10^(1) هم میشه 9. میبینید اسعقیت شد 15/9. حالا به من گفته بیا سرعت متوسط رو هم در این بازه زمانی به دست بیار. برای پیدا کردن سرعت متوسط میام میگم دلتا ایکس به دلتا تی. دلتا ایکس من میشه x^(x1). در لحظه 10 ثانیه ایکس من چقدره؟ 5. در لحظه 1 ثانیه ایکس چقدره؟ 10. 5 رو منهای 10 میکنم، پایینم که میشه 10^(1). میشه منهای 5/9. این تمرینایی که به این شکل حتما حل کنید. خب یکی از مسائل فصل کتابتونه، میگه توضیح دهید از نمودارهای مکان زمان شکل زیر کدام مورد حرکت متحرکی را توصیف میکند که از حال سکون شروع به حرکت کرده و به تدریج دنیان اضافه میشود. سوال امتحان نهایی هم بوده. میایم شیب خط مماس بر منحنی را از ابتدا میکشیم. مطمئنا قسمت الف نیست، به خاطر اینکه از همون ابتدا متحرک من کاملا یک نمودار شیبداری رو داره طی میکنه. قسمت ب هم نیست، چون شیب کاملا اونجا مشخصه. ولی برای قسمت پ و ت میایم ابتداش رو نگاه میکنیم. مماس بر منحنی رو رسم میکنم، میبینم مماس بر منحنی ابتدا موازی محور زمانه. چون موازی محور زمانه، پس در نتیجه اینجا میگم که تندیش صفره. و اگر هم شما بیاید شیب‌ها رو در قسمت‌های بعد رسم کنید، این شیب همواره در حال افزایشه. پس شکل پ و ت جواب مسئله است. با توجه به نمودار مکان زمان زیر، جدول داده شده را کامل کنید. بچه‌های عزیزم، این جزء تمرینایی که باید شماها حتما برای جلسات بعد انجام بدید و اگر اشکالی داشتید از من بپرسید. در کلاس‌های حضوریتون حل میشه اشکالاتتون. خب گفته مسافت رو از 0 تا 2 ثانیه پیدا کن. خیلی مشخصه بین 0 تا 2 ثانیه مسافت چقدره؟ 12 متر. جا به جایی چقدره؟ میشه x^(x1). میشه 12^(0) 12 متر. گفته سرعت متوسط، سرعت متوسط میشه 12^(2). میشه 6 متر بر ثانیه. تندی متوسط چی میشه؟ باز هم میشه 12^(2). 6 متر بر ثانیه. بقیه رو هم به همین ترتیبی که بهتون گفتم انجام بدید و این جدول رو تکمیل کنید که در کلاس‌های حضوری رفع اشکال بشه. در شکل روبرو تندی متوسط و سرعت متوسط در 5 ثانیه اول حرکت را بیابید. تندی متوسط اس اوریج بود، برابر بود با چی؟ برابر بود با ال تقسیم بر دلتا تی. ال بچه ها الان چقدر هستش؟ بین 5 ثانیه اول ال ما چقدر هست؟ نگاه کنید، از 2 رفته تا 6، 4 تا رفته بالا، 6 تا اومده پایین، میشه 10^5، میشه 2 متر بر ثانیه. خب سرعت متوسط چی میشه؟ وی برابر میشه با دلتا ایکس به دلتا تی. دلتا ایکس ما چقدر هستش؟ x^(x1) میشه 0^(2)/5، میشه 0^2. سوال بعدی، باز هم اومده نمودار مکان زمان رو به صورت شکل مقابل داده، نسبت سرعت متوسط در 5 ثانیه اول رو به سرعت متوسط در 5 ثانیه دوم خواسته. این رو حتما حل کنید و جوابش رو هم براتون گذاشتم.
سرعت در 5 ثانیه اول به 5 ثانیه دوم میشه 1.5 متر بر ثانیه. خب سوال بعدی گفته شکل زیر نمودار مکان زمان حرکت یک دونده 2.5 استقامت را در امتداد خط راست نشان می‌دهد. در کدام بازه زمانی دونده سریع‌تر دویده است؟ میگم تو اون بازه زمانی سریع‌تر می‌دوه که شیب اون بازه بیشتر بشه. خب بین 0 تا 250، 250 تا 500، 500 تا 1000. اگر محاسبه کنید اولا بین 250 تا 500 که کاملا ساکن بوده. چرا؟ چون نمودار یک خط موازی شده با محور زمان و در 1000 ثابت بوده. بیایم شیب خط رو بین 0 تا 250 به دست میاریم. اونم چجوری به دست میاریم؟ سوال اینه که ما چجوری شیب خط رو پیدا کنم؟ میگن شیب خط میشه دلتا ایکس به دلتا تی. برای 0 تا 250 به دست بیارید، برای 500 تا 1000 هم میاید به دست بیارید. حالا سوال علت گفته در کدام بازه زمانی دونده سریع تر دویده؟ اگر این رو پیدا کنید میشه 0 تا 250 ثانیه. قسمت ب گفته در کدام بازه زمانی دونده ایستاده؟ ایستاده یعنی اصلا حرکتی نداشته، میشه بازه زمانی 250 تا 500 ثانیه. سرعت دونده در بازه 0 تا 250 ثانیه چقدر بوده؟ خب میام پیدا میکنم، میگم سرعت متوسط میشه دلتا ایس به دلتا تی. دلتا ایس من میشه ایکس دو منهای ایکس یک، میشه 1000 منهای 500 به دلتا تی 250 منهای 0. دقت کنید که از اینجا میتونید به راحتی ایکس رو پیدا کنید. دلتا ایستون ببینید ایکس دو منهای ایکسیه، 1000 منهای 0، درست شد؟ دلتا تیتون چقدره؟ 250. 1000 تقسیم بر 250 میشه 4 متر بر ثانیه. خب قسمت بعدی گفته وی اوریج رو پیدا کنید، سرعت متوسط رو. باز هم میشه دلتا ایست به دلتا تی. حالا این دفعه تو کدوم بازه زمانی میخواسته؟ در بازه 500 تا 1000 ثانیه. خب 1000 و منهای 500 که میشه زمانش، برای مکانش هم میشه 2500 منهای 1000 و به این ترتیب به دست میاد. اینا رو حتما بچه ها انجام بدید. سوال بعدی نمودار ویتی متحرکی که در حرکت میکنن مطابق شکل است. گفته سرعت متوسط متحرک در بازه زمانی 0 تا 5 ثانیه چند برابر سرعت متوسط در بازه زمانی 25 تا 40 ثانیه است؟ شما اگر سرعت متوسط رو در بازه 0 تا 5 ثانیه و بخواید برای قسمت بعدش هم پیدا کنید، به راحتی این رو میتونید محاسبه کنید و از این خونه هایی که توی نمودارتون کشیده استفاده کنید و این رو به دست بیارید. اما تندی لحظه، تندی لحظه ای بچه تندی هستش که متحرک در هر لحظه داره. تندی لحظه ای کمیت نردهیه و یک بار سوال امتحانی بود، گفته بود عقبه تندی سنج خود رو چه چیزی رو نشون میده؟ میگیم تندی لحظه ای رو نشون میده و هیچ گونه اطلاعی در مورد جهت حرکت به ما نمیده. اما سرعت لحظه ای کلن تندی لحظه ای رو وقتی که بخوایم کنارش گزارش بدیم در مورد جهت حرکت میگن سرعت لحظه ای. سرعت لحظه ای هایتون باشه یک کمیت برداریه و به تک مقدار از یک زمان یا یک لحظه از سرعت میگن. برای پیدا کردن سرعت لحظه ای دانش آموزان میگن چیکار کنیم؟ میگیم برای پیدا کردن سرعت لحظه ای زمان خیلی کوچیک میشه. یعنی چی؟ یعنی بازه زمانی اونقدر کوچیک و کوچیک و کوچیک میشه که میشه یک لحظه. در نتیجه برای پیدا کردن سرعت شیب خط مماس رو پس سرعت در لحظه دلخواه تفریم گفته رو شکل نشون بدین. همونطوری که میبینید برای پیدا کردن سرعت شیب خط مماس رو میکشید و میگیم شیب برابر بود با
تانژانت زاویه. حالا بلد نیستم بچه ها، میگن تانژانت زاویه چیه؟ میگیم ضلع مقابل به زاویه به ضلع مجاور. نگاه کنید تو شکل واکولات نشون دادم ضلع مقابل دلتا ایکس، ضلع مجاور هم دلتا تی. شیب رو هم با ام نشون میدیم. خب یه نکته ای که اینجا باید دقت کنید به عنوان نکات مهم، سرعت در لحظه سه. اگر متحرک از حال سکون شروع به حرکت کنه بچه ها، شیب خط مماس در لحظه صفر کاملا باید موازی محور زمان باشه. اما دو تا شکل اول می‌بینید شیب خط مماس کاملا موازی محور زمان، ولی به محض اینکه شیب خط مماس یه ذره زاویه داشته باشه، در اون صورت دیگه سرعت در لحظه صفر نیست. قسمت بعدی هم نگاه کنید، سرعت در لحظه های دلخواه. اگر سرعت رو در هر لحظه دلخواه بخوام پیدا کنم، باید از شیب منحنی در اون لحظه استفاده کنم. اگر شیب منحنی رو به کاهش باشه، مثل شکل سمت چپ سطح، سرعت کم میشه. اگر شیب منحنی رو به افزایش باشه، سرعت زیاد میشه. و به همین ترتیب بستگی به منحنی داره و شیبی که ما براش رسم. سوال گفته از روی نمودار مکان زمان توضیح دهید در چه صورت سرعت لحظه‌ای با سرعت متوسط برابر است. میگیم اگر نمودارهای مکان زمان به صورت خطی باشه، به صورت منحنی نباشه. پس اگر به صورت خطی باشه، سرعت متوسط و سرعت لحظه‌ای با هم برابره. خب سوال امتحانی بوده این و سوال کتابتونه. شکل روبرو نمودار مکان زمان متحرک رو نشون میده، در امتداد محور ایکس حرکت کرده. از لحظه 0 تا تی 1 گفته سرعت رو به افزایش یا کاهش. تو کلاس حضوری براتون رسم کردم، گفتم میایم شیب خط مماس منحنی رو در چند نقطه رسم میکنیم. اگر شیب در حال کاهش باشه، سرعت کاهش پیدا میکنه. اگر افزایش باشه، سرعت در حال افزایشه. خب میریم سراغ قسمت بعدی، شتاب متوسط و لحظه‌ای. بچه ها ما چه زمانی کلن احساس شتاب میکنیم؟ زمانی که ما در اتومبیل نشستیم، اگر پدال گاز رو فشار بدیم، یا وقتی که کلن ترمز کنیم، یا وقتی حول دور زدن با اتومبیل دور یه میدون باشیم، یا موقعی که از روی یک سرسره لوز میخوریم، اینا همه حالتهایی هستش که ما داریم شتاب رو احساس میکنیم. خب سوال اینه عواملی که باعث میشه شتاب ایجاد بشه چیه؟ اولیش اینه که سرعت تغییر کنه، یعنی سرعت از یه عدد دلخواهی تغییر کنه و به عددهای دیگه برسه. دومیش اینه که جهت سرعت تغییر کنه، و سومی اینه که هم جهت و هم اندازه سرعت تغییر کنه. پس عوامل ایجاد شتاب سه تاست: اندازه سرعت تغییر کنه، جهت سرعت تغییر کنه، اندازه و جهت سرعت تغییر کنه. حالا شتاب متوسط، نسبت تغییرات سرعت به مدت زمان تغییر سرعت رو میگن شتاب متوسط، میشه دلتا وی به دلتا تی. شتاب متوسط یک کمیت برداریه، همجهت با تغییرات سرعت، یکای شتاب متر بر مجذور ثانیه است. سوال گفته منظور از این که شتاب متحرک 4 متر بر مجذور ثانیه است یعنی چی؟ یعنی در هر ثانیه 4 متر بر ثانیه به متحرک سرعتش زیادتر شده. پرسش دو، منظور از این که شتاب گرانش زمین در برابر سقوط گلوله منهای 10 متر بر مجذور ثانیه است چیست؟ یعنی این که گلوله اگه به سمت بالا بره، در هر ثانیه 10 متر بر ثانیه از سرعتش کم میشه، اونقدر کم میشه تا اینکه تغییر جهت بده و بعد دوباره بهش اضافه میشه. نکته بعدی، شتاب متوسط بین دو لحظه در نمودار سرعت زمان چیست؟ شتاب متوسط باز مانند سرعت متوسط چجوری هست بچه ها؟ دقیقاً شیب خطیه که نمودار سرعت زمان رو در اون دو لحظه قطع میکنه. شیب خط چی بود؟ ضلع مقابل به ضلع مجاور. نمودار وقتی نمودار سرعت زمان باشه، ضلع مقابل میشه دلتا بی، ضلع مجاور میشه دلتا تی. خب سوال گفته شکل روبرو نمودار سرعت دوچرخه رو نشون میده،
چه مدت سرعت در حال افزایش بوده کاملا مشخصه تو شکل. از لحظه 0 تا 20 ثانیه سرعت در حال افزایشه. میبینید شده 4, 8, 12. چه مدت سرعت دارای کاهش بوده؟ از لحظه چند ثانیه میشه بچه ها؟ نگاه کنید دقیقاً 20, 40, این 40, اینم 60 میشه دقیقاً از لحظه 50 ثانیه. 50 تا 60 ثانیه در حال کاهشه. چه مدت شتاب 0 بوده؟ دقیقاً از لحظه 20 تا 50 ثانیه. شتاب لحظه‌ای هم مانند سرعت لحظه‌ای از شیب خط مماس به دست میاد، ولی شیب خط مماس بر کدام نمودار؟ نمودار سرعت زمان. نمودار سرعت زمان رو اگر شیب خط مماس بر نمودار رو رسم کنیم، یعنی فقط زمان بشه یک لحظه، در صورت شتاب لحظه‌ای به دست میاد. حالا سوال گفته نمودار شتاب سرعت زمان یه متحرک رو در نظر بگیریم. اگر بازه زمانی دلتا تی رو اونقدر کوچیک کنیم که بشه یک زمان خاص، در اون صورت میتونیم بگیم که شیب خط مماس بر منحنی چه اتفاقی براش افتاده؟ دقیقاً داره نشون میده مقدار شتاب لحظه ای رو. خب شیب خط مماس و نمودار سرعت زمان در هر لحظه رو میگن شتاب لحظه ای. شتاب لحظه ای چیه بچه ها؟ الان نگاه کنید ام ما برابر میشه با دلتا بی به دلتا تی. اینجا تو فرمول ممکنه مشخص نباشه، من دارم بهتون میگم خودتون بنویسید. شتاب میشه شیب خط مماس و نمودار سرعت زمان میشه دلتا بی به دلتا تی. خب گفته شکل زیر نمودار سرعت زمان متحرک رو نشون میده. شتاب در لحظه تی 1 و تی 4 رو با هم مقایسه کنیم. بگیم هر جا شیب بیشتره شتاب هم بیشتره. خب مسلمه در نقطه 4 شیب بیشتر از نقطه 1، پس شتاب هم بیشتره. خب نمودار سرعت زمان متحرک رو گفته نشون داده، ازت مخواسته بگید که شتاب حرکت کجا کند شونده است، کجا تند شونده. میگیم اگر اینو یادتون باشه شیب خط مماس بر منحنی سرعت زمان در حال افزایش باشه، شتاب داره تند شونده میشه. اگر شیب مماس بر نمودار سرعت زمان در حال کاهش باشه میشه شتاب داره تند شونده. این مثال هم میگه شکل روبرو نمودار سرعت زمان دو چرخ زمانی نشون میده در امتداد محور X دارای حرکته. شتاب رو گفته در لحظه‌های مختلف بررسی کنید که بهتون جواب هم دادیم. این مسئله های حل شده رو هم حتما نگاه کنید، حتما خودتون انجام بدید. تمرین به آخری هم که تو این پی دی اف نمودار مکان زمان متحرک رو داده، گفته شتاب متوسط رو در 5 ثانیه اول پیدا کنید. یادتون باشه برای پیدا کردن شتاب متوسط میایم میگیم آموزانی دلتا وی به دلتا تی و به راحتی میتونیم جایگذاری کنیم وی دو منهای وی یک به تی دو منهای تی که از اونجا شتابتون میشه 6 متر بر منظور ثانیه. بچه‌های عزیزم برای این جلسه کافیه. امیدوارم حتما این پی دی اف رو بخونید، تمریناتشون رو انجام بدید که ما انشاءالله در کلاس‌های حضوری براتون رفع اشکال کنیم. به امید موفقیت، خدا نگهدار.